نمایشی و تشریفاتی نیست. سه راه یافته مجلس برای ریاست مجلس با هم به رقابت پرداختند. در ابتدای جلسه صبح امروز دبیر هیئت رئیسه سنی مجلس اعلام کرد که باقر قالیباف، مجتبی زنوری و منوچهر متکی برای کسب کرسی ریاست مجلس دوازدهم به رقابت خواهند پرداخت. پس از رأی‌گیری اعلام شد که از مجموع 287 نفر از حاضران، قالیباف 198 رأی، زنوری 60 رأی و متکی 5 رأی را کسب کردند و تعداد آرای باطله هم 24 رأی اعلام شد. در ادامه و در جریان انتخابات هیئت رئیسه نیز از میان 6 داوطلب کرسی نواب رئیس، نیکزاد و حاجی بابایی به عنوان نایب رئیس اول و دوم مجلس انتخاب شدند. مهمترین اسارت مجلس دوازدهم تلاش در جهت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب است. دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پی دو انتخاباتی که در چند ماه گذشته با کمترین میزان مشارکت برگزار شد تشکیل شده است. گروه های وابسته به جریان و اصولگرا در حکومت ایران در این انتخابات یک رقابت درون گروهی را پشت سر گذاشتند. منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در دهه های گذشته همواره انتخابات در جمهوری اسلامی را غیر رقابتی، ناسالم و غیر منصفانه اعلام کردند. حداکثر توان خود را شورای نگهبان که طبق قانون اساسی نظارت بر انتخاب را بر عهده دارد، پیش از آن که انتخاباتی توسط آرای عمومی صورت پذیرد، نامزدهای ثبت نام کرده را دستچین می‌کند. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.